سلام گرم من به شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید. امیدوارم خوب و سلامت باشید. سیما بهاری هستم با همکارم جمیل فرزان از برنامه گفتگو در خدمتون هستیم. در رابطه با جنبش ها و اعتراضاتی که در ایران هست فکر میکنم خیلی احتیاج نیست آدم دلیل های قانع کننده بیاره. هر گوشه ی جامعه رو نگاه بکنی میبینی که اعتراضاتی سر بالا میاره، نه فقط در بخش مثلا کارگری جامعه، نه فقط طبقه کارگر، بلکه اقشار مختلف جامعه اعتراض دارن به خاطر اینکه وضعیت زندگی بسیار بسیار سخت و مشکل هست. توی برنامه امروزمون میخوایم در مورد نقش و جایگاه جنبش ها و اعتراضات اجتماعی صحبت بکنیم، ببینیم که اهمیتشون چی هست. همراه میشیم با نسان نودینیان. سلام میکنم به شما نسان نودینیان، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگو. خیلی ممنون، منم خدمت شما و همکاران گرامیتون سلام دارم. قبل از اینکه راجع به اهمیت مبارزات و جنبش های اجتماعی بپرسم، میخوام ببینم که چقدر وسعت داره این جنبش، چقدر سرتاسریه، چقدر توی آحاد مختلف جامعه میتونیم اینو ببینیم. و بالاخره مسئله جنبش های اجتماعی و نهاد و کانون هایی که الان در ایران در سطح سراسری حضور دارن و فعال هستن پدیده نسبتا جدیدیه ولی خیلی قویه، به این دلیل که جامعه ایران و مناسباتی که هم به لحاظ تولیدی و هم به لحاظ روبنای فرهنگی و سیاسی و رابطه عمیقی که مردم با هم دیگر دارند و شکافی که الان این دوره بین مردم و حاکمیت ایجاد شده، بالاخره ضرورت بسیار مهم سیاسی و جلو جامعه گذاشته که به این نهادها و به این کانونهای اعتراضی و مبارزاتی تکیه بیشتری بکنن، به این دلیل که بتونن مادام که آزادی بیان نیست، مادام که صحبتهای مردم به طور کامل و غیر سانسور شده از میدیای اجتماعی و دولتی و تلویزیون ها پخش نمیشه، مردم دست به این امکانات زدن و کانون های وسیع اعتراضی اجتماعی و در واقع سیاسی رو ایجاد کردن و بر اساس استفاده و بکارگیری میدیای اجتماعی بالاخره این کانون ها و این نهادهایی که درست شده الان از قدرتمندی بسیار بالایی برخوردارند. رابطه مردم و جامعه به نظر من در ایران با توجه به اون بحثایی که الان کردیم، شرایط سیاسی و رابطه مردم و با حاکمیت، بالاخره الان خیلی نزدیکتر و از روی ضرورت بسیار انسانی و مبارزاتی این اتفاقات داره میفته. یعنی شکل نیست، فقط یه عدد تعداد جمع بشن، تعدادی کانون درست کنن بر اساس نیاز و مبرمیتی که جامعه داره دست به این اقدامات میزنن و به نظرم واقعی از این زاویه موقعیت جنبش های اجتماعی و کانون هایی که الان وجود دارن مورد بررسی قرار بگیره. از این پدیده به عنوان یک چیز تازه صحبت کردید، اما حتما یک تاریخچه داره. یک نگاهی بکنیم به تاریخچه این جنبش ها یا اعتراضات. بالاخره تاریخچهش به نظر من مربوط به عروج سیاسی یک دوره از چپ و کارگرای پیشرو، زنان پیشرو، فعالینی که پیشرو هستند و در فکر سازماندهی جامعه هستند. قبلا اینجور نبود. در 14 گذشته، 5 دهه گذشته، قبل از 57 به این شکل نبود. رابطه جامعه با احزاب به نظر من خیلی منزوی بود،
یا خیلی اتمی بود، خیلی از روی نشریات، نام پراکنی ها و یا به حساب پیام هایی ایجاد میشد. الان اینجوری نیست. رابطه احزاب، رابطه فعالین کارگری، جنبش های اجتماعی با جامعه یه رابطه بسیار وسیعه. به دو دلیل، اول سوال اول اشاره شد، یکی خود مسئله میدیای اجتماعی که خیلی نقش مهمی داره و بعد از این به نظر من عروج چپ و کمونیسمی که به این جنبه از فعالیت اهمیت میده و یکی از حاصلهای کاری که انجام شده حضور پیشروان، فعالین، سخنگوها و تعیون بخشی که در جامعه شده و امروز جامعه ایران صاحب شخصیت‌های بسیار آشناییه در عرصه زنان، در عرصه جنبش کارگری، میدیای اجتماعی، خدا ناباوری، مسئله همجنسگراها، مسئله زیست محیطی، مسئله دفاع از کودکان خیابانی و ده ها عرصه دیگر. شما اگر نگاه کنید بالاخره شخصیت های بسیار زیادی و جلو شما میذارن به عنوان سخنگو، به عنوان مدافع این کانون ها. در نتیجه تاریخچهش به این دوره برمیگرده و به نظر من در دو دهه گذشته ما هرچی جلوتر اومدیم این به اصطلاح کانون ها، رهبران و سخنگوهای اجتماعی در جنبش های اعتراضی بیشتر و بیشتر شده. بله. از یک مقطعی میشه گفتش که مبارزات و اعتراضات ابراز وجود این اعتراضات یا فعالین سیاسی و اجتماعی به عرصه شهرا کشیده شده و بیشتر شهری شد به اصطلاح. از چه مقطعی هست این؟ به نظر من به این دلیل شهری شده که شهرها کانونهای اعتراضات اجتماعی و توده‌ای جامعه هستند. در شهر مراکز تولیدی هست، دانشگاه هست، تجمعات بیشتری هست. در شهرها از میدیای اجتماعی به طور متمرکزتر استفاده میشه. در نتیجه یکی از نقطه اتفاقا حداقل اون جایی که من بررسی کردم در کردستان، یکی از نقطه قدرت هایی که ما در این رابطه داریم و فاصله ما را با احزاب دیگر به ویژه ناسیونالیسم و احزاب بورژوایی ناسیونالیستی خیلی برجسته تر میکنه، همین عرصه هاست که بحث شد. شهرها کانونهایی هستند که میتونن این بسا ظرفیت رو از خودشون نشون بدن به طرف سازمانیابی این کانونها برن، گروه های همیاری درست بکنن، انجمن های مختلفی رو درست بکنن، تجمعات مختلفی رو سازماندهی بکنن. از 14 گذشته تا الان این شروع شده و به مرور به هر درجه ای که ما جلوتر اومدیم و نفوذ سیاسی و تئوریک به نظر من چپ و در کردستان حداقل کمونیسم کارگری گسترش بیشتری پیدا کرده، شهرها یکی از محلهای پرقدرت ما تبدیل شده و ما میتونیم در شهرها امروز بیشترین مانو رو به لحاظ سازمانیابی توده‌ای جامعه به هدایت بکنیم. شما نگاه کنید وقتی بحث رومینا اشرفی پیش اومد، بالاخره شهرهای کردستان اومدن تعداد زیادی علیه ناموسپرستی علنن تو شهرها دست به اعتراض زدن، تعداد زیادی از زنان مبارز اومدن و ابراز وجود کردن. شما نگاه کنید وقتی در دوره کرونا یه ضرورت و یه مبرمیت مهم اجتماعی جلوی جامعه اومد که مردم به خودشون متکی بشن و خودشون بتونن کارهای خودشون سازماندهی بکنن، تعداد زیادی از کمیته های سلامت، کمیته های همیاری، گروه های مختلف هم در سطح سراسری ایران از جنوب ایران گرفته تا شمال و تهران و جای دیگر و هم در کردستان به شکل وسیعی درست شد.
این نشون میده که شهرها برای چپ و کمونیسم و با توجه به شرایطی که الان وجود داره اهمیت بسیار بسیار بیشتری از هر دوره ای پیدا کرده. اعتراضاتی که میشه، اعتراضات معلمان، کانونها، بازنشستگان، پرستاران، کارگران در شهرها، خود این یه افق اعتراضی و مبارزاتی رو به جامعه میده و شهر به نظر من جاییه که میتونه این افق رو بگیره و تبدیل به یک نیروی اجتماعی بکنه. حالا وقتی بیایم سر کلان شهرها، شهرهای بزرگ، خب میشه این مقایسه را در ابعاد بسیار وسیع‌تری نشون داد. در تهران وقتی تجمعات بزرگ میشه، در عراق ما شاهد بودیم وقتی کارگرای هپکو اومدن تو خیابونها، داخل شهر عراق برای یه مدتی با کلی به حساب کارخانه ها و مراکز تولیدی که داره از تراکتور سازی تا بقیه به این اعتراض پیوستن و این تأثیر داشت. در کردستان وقتی تجمعات اعتراضی معلمان در ابعاد چند هزار نفری سازماندهی میشه، شهرها متحدانه و یکسان و با هم معلمان وارد این اعتصاب میشن. جایگاه شهرها به نظر من برای ما از هر دوره‌ای به این دلایل مهمه و به ویژه وقتی که این کانونها و جنبش‌های اعتراضی و به ویژه در شهرهای کردستان مورد قبول جامعه است. مردم همه قبول کردند که کانونی که دفاع از حقوق کودکان میکنه، فستیوال کودکان رو برگزار میکنه، باعثی مورد حمایت قرار بگیره و حمایت میکنه. بله، اشاره کوتاهی کردید به احزاب ناسیونالیستی و بورژوایی. من میخوام ببینم درجه قرابتشون، درجه نزدیکیشون با این جنبش ها رو شما چجوری ارزیابی میکنید؟ اصلا دارن؟ نزدیکی دارن؟ به نظر من دارن، ولی اینا بالاخره با توجه به مخیه و ساختار سیاسی و حزبی که دارن نمیتونن مثل ما از پتانسیل این جنبش ها و کانون ها و میدیای اجتماعی بیشترین بهره را ببرن. به این دلیل که بالاخره مسئله نیروی مسلح، مسئله مذاکره، حضورشون در مرزها، کلی فاکتورها هست که رابطه احزاب ناسیونالیستی و با شهرها به نظر من به مرور کمتر کرده. به نظر من هر دوره‌ای که ما شاهد بودیم حداقل در 2-3 سال گذشته به هر درجه‌ای اعتصابات، مثلا در کردستان اعتصابات معلمان شکل وسیع‌تری پیدا کرده، یا در آبان ماه و دی ماه به طور واقعی وقتی این اعتراضات علیه بیکاری در آبان و دی ماه شروع شد، به نظر من احزاب ناسیونالیستی در کردستان بی ربط‌تر شدن به اعتراضات و رابطه خودشون با مردم و جامعه و همه اینو میبینن و ما گزارش میگیریم، میبینیم که وقتی در دی ماه و آبان ماه این اعتراضات شروع شد، وقتی در 2-3 سال گذشته اعتصابات وسیع معلمان با شعارهایی که دادن بسیار رادیکال و انسانی و از حقوق خودشون و دانش و مدارس استاندارد شده دفاع کردن، نشون میده که جریان چپ و سوسیالیستی در جامعه قدرت بیشتری داره و تمام این کانونهایی که الان به اسم بردم تکرار نمی کنم، اینا بالاخره حاصل کاریه که ما انجام دادیم. به ویژه به نظر من در کردستان کمونیسم کارگری، احزاب ناسیونالیستی متکی نیستن به یه جنبشی علیه اعدام، علیه سنگسار، برای جلوگیری از اعدام، برای آزادی زندانیان سیاسی به اون شکلی که ما نهادینه و ساختاری کار میکنیم و این از بطن اون پتانسیلی که در جامعه هست بیرون اومده در شهرها و ما با اتکا به اون پتانسیل میتونیم این مانور اعتراضی و مبارزاتی رو در جامعه سازماندهی بکنیم. به نظر من از 3-4 سال گذشته به هر درجه ای که شهرها کانون اعتراضات وسیع اجتماعی در ایران بودن و به ویژه در کردستان، رابطه احزاب ناسیونالیستی با مردم و شهرها و جامعه کمتر شده، بی ربط‌تر شده و چپ و کمونیسم به مرور در این دوره به نظر من
جلوتر اومده و مردم شعار و پرچمی که این چپ و کمونیسم بلند کرده و از طریق تلویزیون تبلیغاتی که ما انجام میدیم بیشتر برایشون قابل لمس و انتخاب هم هست. اجازه بدید اینجا یه نگاهی بندازیم به اهمیت و جایگاه تشکلهای مدنی یا مثلا نهادهایی که در این رابطه ها دارن فعالیت میکنن. اینا حتما رهبرانی دارن، حتما سخنگویانی دارن که مقابل به هر حال این تشکیلات ها قرار میگیرن و رو به جامعه صحبت میکنن. جایگاه اینا، اهمیتشون، نقششون رو چجوری شما ارزیابی میکنید؟ ببینید در داخل اون تجربه ای که من دارم و مطالعه کردم در کردستان اینه که امروز این رهبرها، سخنگوها و کسایی که در رأس یا کسایی که بالاخره با پتانسیل بالایی برای سازمانیابی جامعه در کانونها و فعالیت‌های مدنی کار میکنن، اینا حاصل یه دوره از عروج چپ و سوسیالیسم در کردستان که الان شخصیت‌های کردستان رو شما نمیتونی وقتی میگی شخصیت‌های مهاباد یا سقز یا سنندج یا مریوان کیا هستن برای شما ردیف نمیکنن که فلان پسر فئودال یا سرمایه‌داری که رفته خارج کشور درس خونده و برگشته. میگن رهبر ما کسیه که سخنگوی حقوق کودکانه، کسیه که جلو افتاده و داره برای جلوگیری از اعدام کار میکنه، برای محیط زیست کار میکنه و ده ها نهاد و تشکل رو درست کرده. در دوره کرونا میگن کسایی که اومدن و ده ها نهاد مردمی رو درست کردن، جلو افتادن با اتکاب کارشون و با اتکاب جامعه این نهادها رو درست کردن و به کمک مردم اومدن، اینا تبدیل شدن به شخصیت‌های مهم اجتماعی و ما از 3-4 دهه گذشته شاهد شروع عروج و پیشرفت این شخصیت ها بودیم. در اول ماه می های سنندج حداقل سخنرانهایی ما داشتیم که امروز به عنوان مهمترین شخصیت های جامعه حتی اگر توسط جمهوری اسلامی مثل جمال چراغ ویسی اعدام شده باشه، یا شخصیت هایی داریم در شهرهای کردستان در مورد مسئله جنبش آزادی خواهانه و برابری طلبانه زنان فعالین داریم که اینا میتونن جلو بیفتن و یه جامعه را، یه محله را، یه تعداد زیادی از مردم متحد بکنن، سخنگوی اون جامعه هستن. در نتیجه امروز جامعه کردستان به اصطلاح با خودش و بر بستر شرایط سیاسی که توش قرار گرفته به طور واقعی صاحب یه شخصیت ها، سخنگوهایی هست که مورد اعتماد مردم هستن و اینا میتونن به عنوان مهمترین انسان‌ها و سخنگوهای جامعه در آینده و تحولات سیاسی آینده نقش مهمی داشته باشند. اگر در گذشته، در 4 دهه گذشته شهرها با حمله نظامی و نیروی پیشمرگ و نیروهای مسلح سرنوشتشون رقم زده میشد، امروز با میدون اومدن این کانون‌ها و به اعتکاب به قدرت و حاکمیت و خودآگاهی جامعه، مردم میتونن اقدام بکنن و شهرها را اداره بکنن. در نتیجه این کشاکش به این رودررویی و این شرایطی که در جامعه وجود داره مرتبا میاد تبدیل میشه به یک به اصطلاح خودآگاهی و یک تشکل قوی اجتماعی که مردم میتونن راحت تر در آینده سیاسی با سرنگونی جمهوری اسلامی به نظر من خیلی راحت تر از گذشته در سرنوشت سیاسی خودشون دخالت بکنن. به نظر من جایگاه این نهادها، سخنگوها و پیشروان و کسایی که امروز رهبرای پیشرو جامعه هستن و بایستی از این زاویه دید، از این زاویه‌ای که آینده سیاسی ایران حداقل میتونه بر حضور این شخصیت ها و نهادها آینده روشنتری به نسبت هر دوره باشه، حتی در کشاکش قدرت ها در به اصطلاح رژیم، کدوم رژیم بیاد، چه نظام و ساختاری در جامعه حاکم بشه، به نظر اینا میتونن خیلی تاثیر داشته باشن و
به نظر من اکثریت قریب به اتفاق اینا کسایی هستند که گرایش سوسیالیستی دارند، از انسان و انسانیت و قدرت شورایی و اعمال حاکمیت توده های مردم دفاع می کنند. ما شاهدیم که در ده ها مراسم روز جهانی زن، روز کارگر، فستیوال های کودکان، قطعنامه ها و مطالباتی تصویب شده، بیان شده یا به رأی و افکار عمومی گذاشته شده که اینا میتونن به اصطلاح یه جامعه کاملا متفاوتری به نسبت هر دوره‌ای و سازماندهی و هدایت بکنن. با صحبت هایی که کردید، سوالی رو که میخوام مطرح بکنم یه جوری ساده کردید و اون اینه که معمولا وقتی که میخوان حزب کمونیست کارگری رو نقد بکنن میگن که به جنبش های اجتماعی خیلی بها میده. من میخوام اینجا شما یه مقدار واضح‌تر، روشن‌تر بگیم که ربط این جنبش های اجتماعی، مثلا کانون بازنشستگان، مثلا اعتراضات معلمان سر مثلا حقوق، یا اینکه حالا راجع به جشنای مثلا کودکان و غیره صحبت کردیم، فستیوال های کودکان و غیره صحبت کردیم، ربط اینا رو مثلا به جنبش کمونیستی چجوری میبینید؟ به مطالبات کمونیستی چجوری میبینید؟ میدونید که به نظر اینا حاصل عروج چپ و کمونیسم کارگریه. یعنی اگر یه جواب سرراستی هر بیننده و هر نگارنده و هر کسی که بیاد رو اوضاع سیاسی و ساختار و آرایش نیروهای جامعه کار بکنه، بالاخره باعث یه عاملی و یه جایی چیزی رو ببینه که تأثیر داشته برای این گستردگی این همه جنبش های اجتماعی و این همه تعیون بخشی به رهبرا و سخنگوهایی که در جامعه بوده. و اتفاقا اینجا متفاوت ما با تمام احزاب، حتی به درجه تعدادی از چپها و به ویژه عمیقا با احزاب بورژوایی و ناسیونالیستی اینجا مشخص میشه. و نقطه قدرت ما به نظر من، خود فعالین سیاسی تو جامعه، فعالین این عرصه ها میدونن نقطه قدرت چپ و کمونیسم و سوسیالیست ها اتفاقا در بست و گسترش و تقویت کردن و گسترده کردن این نوع فعالیت هاست. این میتونه یه عرصه بسیار محکم با اتکاب جامعه باشه برای چپ و سوسیالیست ها در آینده سیاسی ایران. و این به نظر من حاصل کاریه که کمونیسم کارگری از بد ورودش به جامعه و از دوره‌ای که حتی حزب کمونیست ایران درست شد، بنیان نهاده شد و بعد اهمیت داده شد به شهرها که بایستی بهش برگردیم و شهر کانون اعتراضات اجتماعی شد و شهرها، در شهرها مراسم‌های روز جهانی کارگر برگزار شد، پرچم سوسیالیستی قرمز با شعارهای رادیکال در اعتراضات و اعتصابات و به حساب مراسم‌های روز جهانی کارگر دیده میشد، روز جهانی زن برگزار میشد، فستیوال کودکان و ده ها اقدام دیگری. این حاصل یه عروج، یه دوره از موقعیتی که چپ پیدا کرده و این چپ تونسته بر این بستر و بر با توجه به پتانسیل شهرها رو این کانونها و به نهادهایی که بحث کردیم تأثیر بذاره. من به نظر من یکی از تفاوت‌های عمده و اساسی کمونیسم کارگری و ما با احزاب دیگر در این عرصه است و بایستی فعالین سیاسی، شخصیت‌های سیاسی، فعالین حزبی به این اهمیت بیشتری بدن و بدونن که کجا ما نقطه قدرتامون رو در شهرها پیدا کردیم. به این دلیل که بالاخره یه عرصه بسیار مهم حزب این نهادها هستن. شما اگر بیای به عنوان حتی یه بررسی کننده تاریخی این پلنوم 51 حزب کمونیست کارگری ایران رو بررسی بکنی، میدونی که بیشتر از وقت گزارش رو به این عرصه ها اختصاص داده شد و فعالین این عرصه ها به شکل متنوعی اومدن جایگاه کار خودشون رو به لحاظ اجتماعی در ایران بررسی کردن، از مسئله کمپین های آزادی زندانیان سیاسی، مبارزاتی که برای به آزادی کارگر علیه اعدام میشه و ده ها محیط زیست، خدا ناباور، چه میدونم
ده ها عرصه‌ای که وجود داره بالاخره امروز در شهرها هستند و به مراکزی، به مردمی، به جامعه‌ای، به فعالینی، به افکاری این کانونا متصلن، بی ربط نیستن و در جامعه دارن کار میکنن. در نتیجه به نظر من نقطه قدرتی که الان در شهرها هست هرچی بیشتر گسترده تر بشه و قوی تر بشه و پایگاه اجتماعی خودش رو هرچی بیشتر بتونه باز بکنه، به این دلیل، به این معنیه که چپ و کمونیسم قدرتمندی بیشتری داره. و اینجاست که ما بارها میگیم که انتخاب حزب کمونیست کارگری ایران انتخاب ساده ایه، به این دلیل که شما در جامعه عرصه‌هایی که این حزب داره کار میکنه و پیش میبره و ده ها سخنگو و پیش رو داره در اختیار جامعه است، همه میبینن. بله، فکر میکنم که پایان بخش صحبتمون خوبه، دوباره برگردیم به احزاب ناسیونالیستی و احزاب بورژوایی و صفبندی که بین این احزاب با احزاب کمونیستی و سوسیالیسم وجود داره. فکر میکنم یه دو دقیقه فرصت داشته باشیم که شما میتونید راجع به این موضوع صحبت بکنید. بفهم این رابطه ما با احزاب ناسیونالیستی، و اگر قبلها میگفتن در کمیت تعداد نیروهای مسلح چپ و احزاب ناسیونالیستی تعیین میشه، امروز اینجور نیست. رابطه چپ و کمونیسم در شهرها امروز دیده میشه، رابطه ای که چپ و کمونیسم در ارتباط با معلمان، با کودکان، با جنبش‌های اجتماعی داره، و رادیکالیزمی که امروز ما در طرح شعارها در شهرها میبینیم. شما در آبان ماه و دی ماه در شهرهای ایران در سطح سراسری و در کردستان به عینه اون شعارهایی که حزب ما و چپ و کمونیست ها سالها برایش کار کرده بودن تبدیل شد به یه امر اجتماعی در جامعه، و در نتیجه بایستی به نظر من رابطه احزاب ناسیونالیستی و بورژوایی و با چپ و کمونیسم و سوسیالیسم در شهرهای ایران و به ویژه الان که من بیشتر مطالعه‌ام رو کردستانه، وقتی بایستی بررسی کرد در طرح و ابراز وجود اجتماعی جامعه در مقابل رژیم جمهوری اسلامی، در خدا ناباوری علیه اسلام سیاسی، در سازماندهی توده‌ای مردم در دوره کرونا و در آبان و دیماه اینو بررسی کرد. به این دلیل در بخش اول صحبت هم گفتم به مرور ما هرچی این اعتراضات گسترده تر شده میبینیم که رابطه احزاب ناسیونالیستی با جامعه کمتر و بی ربط‌تر شده حضورشون، و بر مبنای این داده هایی بوده که ما میبینیم در جامعه. بله، خیلی متشکر از شما نسان نودینیا. بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو شنیدید با نسان نودینیا در رابطه با جایگاه و اهمیتی که مبارزات و اعتراضات اجتماعی دارن. همچنین نگاهی کردیم به نقش و جایگاه رهبران عملی، سخنگویان این جریانات، و اینکه تاثیراتشون روی مبارزات کمونیستی، جنبش کمونیستی چجوری میتونه باشه. امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. من سیما بهاری با همکارم جمیل فرزان برای شما ساعات و لحظه های خوبی آرزو مندیم. شاد و سربلند باشید.